بخش اساطیری شاهنامه و گفتگو درباره او به پایان رسید و باید که پس از این بخش حماسی آغاز بشه. الان گفتگو از کلیات این بخش حماسی است. اگر شاهنامه رو به 30 جزء تقسیم کنیم، 17 جزءش بخش حماسی است، 10 جزءش بخش تاریخی است و 3 جزءش بخش اساطیری است. بنابراین هم از لحاظ حجم این قسمت مهمترین قسمت شاهنامه است، هم از لحاظ اهمیت و اعتبار این قسمت بسیار بسیار مهمه و بنده الان دلایلشو به عرضتون میرسونم. اولش این که مثلا فرض کنید بخش تاریخی در شاهنامه فردوسی چنان که آمده، در بسیاری مراجع و منابع دیگر هم به همون صورت یا با تفصیل کمی بیشتر آمده است و کتاب‌های متعدد در این باب در دست داریم، از جمله تاریخ طبری، کتاب بزرگ تاریخ طبری، تاریخ الرسل والملوک اسمشه، که ترجمه خیلی قدیم به فارسی هم ازش در دست داریم، در این باب گفتگو. کتاب‌های دیگر مثل مروج و ذهب مسعودی، مثل کتاب ثعالبی، قرر و اخبار ملوک الفرس و سیر هم و امثال اینها، کتاب‌های متعدد هست که مسائل تاریخی رو در اون مورد گفتگو قرار. قسمت اساطیری هم این که بخش بسیار بسیار مهمی است و من کوشش کردم به اختصار اهمیت اون بخش رو هم به عرضتون برسونم، منتها فوق العاده فشرده است، در حالی که میدان سخن در بخش حماسی بسیار فراخه و در اونجا به تفصیل هرچه تمامتر داستانهای گوناگون حماسه که از گفتگو خواهیم کرد آمده. از این گذشته اونچه مورد توجه تمام مردم بوده و نسل به نسل این رو حفظ کردن و این داستانها رو روایت کردن و از سلف به خلف سپردن، بیشتر این بخش حماسی است. یعنی خود فردوسی میگوید که وقتی من دست بردم به نظم کردن این داستانها، 2000 سال از عمر اینها گذشته بود. یکی نامه دیدم پر از داستان، پسندیده از دفتر راستان، گذشته بر او سالیان 2000، گریدون که برتر نیاید شمار. اگر بیش از 2000 سال ازش نگذشته باشه، 2000 سال ازش گذشته به گفته فردوسی و الان هم بیش از 1000 سال دیگر از روز نظم کردن شاهنامه گذشته، یعنی 3000 سال قدمت داره. و در این دوران دراز 2000 ساله پیش از نظم شدن شاهنامه، قسمتی از این داستانها بلکه تمام این داستانها رو مردم بودن که سینه به سینه و همدیگه می سپردن و گذشتگان به دست آیندگان می دادن و اونها هم با کمال دقت این رو حفظ می کردن. و یکی از دلایل این کار این بود که علاقه فوق العاده داشتن مردم، اگر بستگی به این داستانها نمی بود و اگر اینها رو جزء مفاخر خودشون و جزء کارنامه دلیری ها و مردانگی های خودشون نمیشه مردن، به این دقت اینها رو حفظ نمی کردن تا به دست فردوسی برسه. اما این که منبع فردوسی در این زمینه چی بوده که بسیار مهمه این مطلب، باید عرض بکنم که فردوسی در سرودن این بخش حماسی مقداری منبع کتبی داشته و مقداری هم منبع شفاهی. در سال 346 قمری مردی به نام ابو منصور عبدالرزاق، یعنی ابو منصور پسر عبدالرزاق، سپه سالار خراسان در این ایالت خراسان بزرگ که در لغت هم خراسان معنی مشرق، اصلا خراسان، خرآیان، یعنی اونجایی که خورشید از اونجا بر میاد. در این باب سندی داریم، ویسورامین. فخرالدین اسعد گرگانی در ویسورامین میگوید که زبان پهلوی هر کو شناسد، خراسان آن بود که از وی خراسد. خراسد پهلوی باشد خراید، عراق و فارس را خرزو براید. بنابراین خراسان اسم عام بوده، ونی مشرق کم کم به صورت اسم خاص در آمده و به یه ناحیه‌ای گفتن.
در حال خراسان قدیم ناحیه‌ای بود از مشتمل بر افغانستان، بعضی جمهوری‌های فارسی زبان شوروی امروز و خراسان ایران، ایالت سرحد از پاکستان تا مرز سیحون و جیحون که بعد از سیحون و جیحون رو بهش میگفتن ماوراء النهر، یا به قول فردوسی به زبان پهلوی ور از رود، یعنی ور از رود، اون سوی رود. یه چنین اقلیم پهناوری تحت تسلط مردی بوده به نام ابو منصور عبدالرزاق که سپهسالار خراسان بوده و میگویند که او روش مهتران داشت، ایرانی بود و به ایرانیگری خودش افتخار میکرد و میخواست که کاری بکند که نامی از او در جهان بماند. و چون دیده بود که امیر نصر سامانی دستور داد به رودکی شاعر که کلیله و دمنه رو به شعر در بیاره و رودکی این کار رو کرد و کلیله و دمنه شهرت عظیم پیدا کرد و به قول همون مقدمه شاهنامه در زبان خرد و بزرگ افتاد و نام نصر به این مناسبت زنده شد، این است که ابو منصور عبدالرزاق هم فکر کرد یه چنین کاری بکنه که یادگاری از او در گیتی باقی بمونه. به همین دلیل همت گماشت به جمع‌آوری شاهنامه و دستور داد که راویان روایت‌های ملی و کسانی که این روایت‌ها رو می‌دانستند از شهرهای گوناگون خراسان همه اینها رو جمع آوردند. دونه دونه اینها رو در این مقدمه که معروف است به مقدمه قدیم شاهنامه اسم یکی یکی اینها رو میگه که کی از کدام شهر، کی از هرات، کی از نیشابور، کی از بلخ، کی از مرو، اینا رو تک تک اسم میبره و در میون این اسمها یکیش برای ما کاملا شناخته است، مردی است به نام ماخ یا مج، یکی از این دوتا، که این راوی اشعار رودکی بوده. این آدم و اسمشو در این مقدمه شاهنامه میبینیم که جزء حکایت کنندگان روایت های ملی میاد، اینها میگوید که روایت هاشون رو نقل کردند و دبیران نوشتند و آن را نام شاهنامه نهادند. و تاریخش هم در مقدمه میده، میگه و این به سال 346 بود از هجرت رسول صلی الله علیه و سلم. بنابراین در سال 346 کتابی به نصر به نام شاهنامه گردآوری میشه. الان امروز معروف است به شاهنامه ابو منصوری. این شاهنامه امروز در دست نیست، طبعا مطالبش احتمالا تمامش و احتمالا یه قدر بیشتر از اون چه در این شاهنامه آمده بوده در شاهنامه فردوسی هست. شاهنامه بعد از اینکه به نظم آمد دیگه نسخه نصرش کم کم از میان رفت و فراموش شد، اما مقدمه‌ای که به این شاهنامه نوشته شده بود در دسته و این مقدمه اهمیت بزرگش نه تنها مربوط به این است که تاریخچه و حوادث مربوط به گردآوری شاهنامه رو گفتگو میکنه ازش، بلکه کهن‌ترین نمونه نثر فارسی هم هست که ما امروز در دست داریم. ما نمونه نثر فارسی نسبتاً مفصلی به این ترتیب که جنبه ادبی کامل هم داشته باشه قبل از مقدمه شاهنامه ابو منصوری در دست نداریم و از این جهت این مقدمه بسیار حائز اهمیت. در هر حال یکی از منابع شاهنامه فردوسی این شاهنامه ابو منصور است. شاهنامه های دیگری بوده به نام شاهنامه ابو المعید بلخی، شاهنامه دیگری به نام شاهنامه ابو علی بلخی، شاهنامه ای به نظم به نام شاهنامه مسعودی مروزی که اینا همه از میون رفته و البته اون روزگار در دسترس فردوسی قرار داشت. علاوه بر اینها اول کسی که نظم شاهنامه رو به این ترتیب و در این بحر و به این صورت شروع کرد دقیقی بود. فردوسی اشاره میکنه به این مطلب در شاهنامه، هم در مقدمه و هم در سرگذشت گشتاسپ و انتشار دین زردشت. دقیقی شروع میکنه به نظم شاهنامه، هزار و اندی بیت، یعنی دقیقاً 1061 بیت از این شاهنامه رو میسازه و در جوانی به دست غلام خودش کشته میشه. فردوسی میگوید که جوانیش را خوی بد یار بود، ابا بد همیشه پیکار بود، بدخو بود دقیقی و در نتیجه به دست بنده خودش کشته شد. در حال این هزار بیت باقی میمانه و فردوسی عین این هزار بیت رو در شاهنامه خودش نقل کرده. البته دلیل این نقل کردنش احتمالاً این بوده است که نشان بدهد
که حتی اگر استادی دقیقی از استادان مسلم شعر فارسی است، که اگر استادی مثل دقیقی هم این شاهنامه رو نظم می‌کرد، ارزش ادبی و پایه و مایه این شاهنامه در چه حد بود؟ برای که این هزار بیت دقیقی قابل مقایسه با اونچه از فردوسی در شاهنامه می‌بینیم مطلقا نیست. خود فردوسی هم به این مطلب اشاره می‌کنه: نگه کردم این نظم و سست آمدم، بسی بیت ناتندرست آمدم. چو طبعی نداری چو آب روان، مبر دستی نامه خسروان. دهان گر بماند ز خوردن تهی، از آن به که ناساز خانی نهی. ممکن است فکر کنیم که خب اینا ستایش های شاعران است، شاعر از خودش ستایش میکنه به این ترتیب، ولی خیر، تمام محققان ادب و ناقدان تمام بر این عقیدند که هزار بیت دقیقی طرف نسبت و قابل مقایسه با اون چه فردوسی سروده نیست از لحاظ ارزش ادبی. فردوسی گاهی در سر بعضی داستانها مثل داستان بیژن و منیژه و مثل داستان رستم و سهراب میگوید که من این رو از دهقان شنیدم یا از موبد شنیدم. موبد پیشوای مذهبی بوده که این روایت های ملی چنان که عرض کردم در اوستا هم آمده بوده به طور خلاصه و به طور تفصیلی موبدان میدونستن و یه دسته از راویان این روایت های ملی موبدان. و اما دهقان معنی امروزیشو نداشته، معنی کشاورز، اینا معنی خرد مالکانی بودن که یه ثروت مختصری، ملک مختصری داشتن و به این ملکشون رسیدگی میکردن و در ضمن مردمی بودن کاملا دانش آموخته و فرهیخته که درس خونده بودن، تحصیلات منظم داشتن، با فرهنگ ایران آشنایی کامل داشتن و علاقمند بودن و در مواقع لزوم حتی به کار جنگ و سپاهیگری هم می پرداختن و تجهیز می کردن وقتی مملکت در خطر بود، خودشون به سمت فرماندهی و یه عده‌ای از کشاورزان رو برای دفاع از مملکت می بردن و خلاصه مردم تحصیل کرده و فهمیده و جزء طبقات برگزیده جامعه اون روز بودن. و برای توضیح این مطلب باید عرض کنم که خود شخص فردوسی جزء دهقانان طوس بوده و او گاهی هم میگوید که دهقان برای من این حکایت رو کرد. ز گفتار دهقان یکی داستان، به پیوندم از گفته باستان. موبد و دهقان که البته اسمشون نمیبره که نامش چی بود، به طور کلی به نام موبد و دهقان یاد میکنه، مقداری از روایت‌های موجود در شاهنامه رو به طور شفاهی برای فردوسی نقل کردن و فردوسی زحمت بسیار کشیده، شاید مقداری از مال و ثروت خودش رو در این راه تلف کرده که به دنبال این دهقانان بره، به دنبال این موبدان بره، ناز اینا رو بکشه، اینا رو بیاره مهمان بکنه، وسایل پذیرایی براشون فراهم بکنه، حتی مسافرت بکنه یا خرج سفر این دهقانان رو بده که اینا بیان و این داستان رو برای او بگن که او بتونه اینا رو به نظم بیاره. تا جایی که ما میدونیم مثلا داستان رستم و سهراب در هیچ یک از این مراجع تاریخی که من درز کردم نوشته نیست و هیچ منبعی کشته شدن سهراب پسر رستم به دست پدرش به جز شاهنامه فردوسی نداره. در آغاز گفتگو درباره بخش حماسی شاهنامه فردوسی ناگزیریم یه گفتاری درباره خاندان پهلوانی ایران داشته باشیم. چنان که میدونیم قهرمان بخش حماسی رستم و پهلوانی های رستم سراسر این بخش رو گرفته، اما رستم که خود به خود پیدا نشده. رستم عضوی خانواده ایست، پدر بر پدر پهلوان بودن و یه سلسله پهلوانی ایجاد شده و همچنین بعد از رستم هم پسرانش مثل سهراب که در جوانی کشته میشه، مثل فرامرز پسر دیگرش، مثل برزو که پسر سهراب هست و نواده های او جهانگیر و دیگران همجور ادامه پیدا میکنه. بنابراین باید درباره این سلسله مختصر سخنی بگیم که اینا از کجا پیدا شدن و به کجا رسیدن و چگونه بوده و نسل و نژادشون چطور بوده تا به رستم برسه و بعد داستان رو آغاز کنیم. نسل این سلسله پهلوانی ایران به جمشید میرسه در حقیقت
و یکی از اجداد رستم که بسیار بسیار شناخته شده است، چون که تقریبا همه ایرانیان او رو میشناسند، مردی است به نام گرشاسب. برای اینکه سلسله نسب منظم مرتبی برای خاندان پهلوانی زابلستان، خاندان پهلوانی ایران درست بکنن، نژاد اینها رو رسوندن به جمشید به این ترتیب که وقتی که فرقه ایزدی از جمشید گریخت و سپاهیان ضحاک فشار آوردن و جمشید از جایگاه خودش گریزان شد، سرگردان شد در کوه و بیابان و در ضمن این سرگشتگی و آوارگی رسید به زابلستان. در زابلستان مردی به نام کورنگ پادشاه بود و دختری داشت به نام سمناز. این دختر جمشید رو دید، به روایت گرشاسب‌نامه این در باقی بود در خارج شهر، و جمشید بیرون این باغ رسید خسته، تشنه و گرسنه. از صاحب باغ یه قدری غذا و شراب و وسایل خواست. به هر حال جزئیات رو بنده اینجا نمیتونم عرض کنم. این دیدار و این آشنایی باعث این میشه که سمناز و جمشید یکدیگر رو دوست بدارند و دختر فرمانروای زابلستان با وجود امر اکید ضحاک جمشید رو هر جا پیدا کردن بگیرن بکشن، عاشق جمشید میشه و پنهانی با او ازدواج میکنه، یعنی زن جمشید میشه، در حالی که دستور بوده که تصویر جمشید رو بکشند و به هر ولایتی بفرستند و اینو روی پارچه ابریشمی روی دیبا بافته بودن، این تصاویر رو به همه ولایات و به همه ممالک فرستاده بودن که هر کس چنین کسی رو بدو برخورد بگیره یا بکشه یا دستگیر کنه بفرسته، به هر حال در تعقیب جمشید بودن. کورنگ میشناسه و میگوید که این همون دشمنی است که قرار است دستگیر بشه و فرستاده بشه پیش ضحاک، ولی سمناز زاری میکنه و سرانجام پدرش میگه که من زن این مرد شدم و چون فرمان روای زابلستان میترسیده از ضحاک و از عقوبت او، میگوید که خب من کاری ندارم با شما، ولی بهتر است که شما از این ولایت برین به یه منطقه دوردستی که دست نگهبانان ضحاک به شما نرسه. و این خانواده میرن به سمت چین، ولی سمناز پسری از جمشید می آورد به نام تور. البته این تور رو با تور پسر فریدون نباید اشتباه کرد. وقتی که تور به 5 سالگی می رسه، پیدا بوده که آثار شاهزادگی و این که از نسل جمشید هست از قیافه او پیدا بوده و این باعث این می شود که راه بیفتن این خانواده و برن اول به هند و بعد به چین، چنان که عرض کردم. بعد از مدتی جمشید دستگیر میشه و ضحاک رو دستور میده که با اره به دو نیم میکنن. زنش هم خودش رو میکشه، زهر میخوره و خودش رو میکشه در فراق جمشید. ولی تور بزرگ میشه و به سن رشد میرسه و زنی میگیره و بچه میاره که اسم اون رو میذارن شیدسپ یا شیدسپ. بعد از مرگ گورنگ تاج و تخت زابلستان میرسه به این شیدسپ و شیدسپ پسری میاره که او رو در زبان عامه بهش میگن تورگ، ولی در شعرهای گرشاسب‌نامه یا شاهنامه باید این رو توورگ بخونیم برای اینکه با بزرگ قافیه شد. تورگ پسری میاره به نام شم و شم پسری میاره به نام اتروت یا اسروت با 3 سه نقطه و تمام اینها پادشاهان زابلستان بودند، یکی از پی دیگری، و بالاخره اتروت پس از چندی پادشاهی صاحب فرزندی میشه به نام گرشاسب که گرشاسب جد خاندان پهلوانی رستم شناخته میشه. در اوستا گرشاسب جز جاویدانانه، ظاهرا از شخصیت‌های خیلی قدیم اقوام هندواروپایی هم هست به دلیل اینکه نامش در ودا هم آمده است. در اوستا اسمش هست کرساسپا و کرساسپا یعنی دارنده اسب لاغر. یک منظومه حماسی به نام گرشاسب‌نامه امروز در دست ماست که وسیله اسدی طوسی سروده شده و اسدی اونجا کوشش کرده که حتی گرشاسب رو از رستم پهلوان‌تر بدانه و او رو بر رستم ترجیح بده و
ولی خب این درست نیست. گرشاسب زندگی پهلوانی مفصلی داشته است و گفتن که جزء افراد جاویدانه و از بین نمیره و باقی میمانه. آخرین کسی که ضحاک رو خواهد کشت در آخرالزمان به اصطلاح همین گرشاسب. از خاندان گرشاسب فرزندانی میآیند که نریمان بوده است یکیش و بعد سام بوده است، که سام که باز داستانی منظوم به وسیله خاجوی کرمانی شاعر قرن هفتم در دست داریم به نام سامنامه که سرگذشت این پهلوان. سام در روزگار اساطیری در دوران منوچهر زندگی میکرده و در حقیقت داستان خاندان پهلوانی ایران چنان که در شاهنامه آمده از این سام آغاز میشه، برای اینکه از گرشاسب و سایر افراد خانواده مثل تور، مثل شم، مثل شیدست، مثل اسروت و دیگران زیاد حرفی در شاهنامه نیست، ولی از سام گفتگویی هست و اون گفتگو درست سرچشمه داستانهای حماسی ایران. اون گفتگو رو بنده به خیلی اختصار خدمتتون عرض میکنم و او این است که سام فرزندی نداشت و زنی داشت و دلش میخواست که خداوند به او پسری بده. بعد از مدتی اون پریچهری که در شبستان داشت از سام باردار میشه. سام هم خوشحال که بعد فرزندی برای او زاده خواهد شد. ولی بعد از این که مدت حمل به پایان میرسه و پریچهر فرزند رو میزاد، میبینند که بچه ایست بسیار زیبا، سرخ رو، قوی، فقط یک نقص داره و او این است که تمام موی سر و تمام مویهایی که در وجود او هست همه سفیده و به همین دلیل هم اسمش رو میگذارن زال. کلمه زال و هم کلمه زر در پهلوی به معنی پیره. زرمان در پهلوی یعنی پیری و پیر، کلمه پیر هم در فارسی ما معمولا امروز مرسوم شده است که به شخص سال خورده میگیم پیر، ولی در شاهنامه فردوسی پیر به معنی موسفید اصلا. و چون گذشت سال و سال خوردگی ملازمه داره با سفید شدن مو و معمولا اشخاص سال خورده سفید مو میشن، به این دلیل است که اونها رو پیر خطاب میکنن، وگرنه پیر به معنی کسی که دارای موی سفید باشه، چنان که فردوسی در همینجا بچه نوزاد رو میگوید این پیر سر بود. یکی پیر سر پور آزاده دید که چون او ندید و نه از کس شنید. بچه نوزاد میگه پیر سر بود، یعنی موی سفید. در هر حال دو سه بیتی از شاهنامه در باب سرگذشت سام و پیدا شدن زال بنده میخونم خدمتتون. کنون پرشگفتی یکی داستان، به پیوندم از گفته باستان. نگه کن که مرسام را روزگار، چه بازی نموده ای پسر گوش دار. نبود هیچ فرزند مرسام را، دلش بود جوینده کام را. نگاری بودن در شبستان اوی، ز گلبرگ رخ داشت و از مشک موی. ز سام نریمان همو بار داشت، ز بار گران تنج آزار داشت. ز مادر جدا شد بران چند روز، نگاری چو خورشید گیتی فروز. به چهره چنان بود تابنده شید، صورتش مثل خورشید زیبا بود، ولیکن همه موی بودش سپید. مادر بچه و زنانی که در شبستان سام بودن هیچ کدوم جرأت نمی کنن که تولد چنین فرزندی رو به سام خبر بدن. چند روزی میگذره تا بالاخره دایه‌ای داشته از سام که زن دلیری بوده است، میاد و تولد بچه رو خبر میده، میگوید که خداوند فرزندی به تو داده، بسیار فرزند خوبی است، خیلی خیلی زیباست. این گفته فردوسی رو بهتر است بخونیم. دایه به سام میگوید که پس پرده تو در ای نام جوی، یکی پور پاک آمد از ماه روی. تنش نقره سیم و رخ چون بهشت،
بروبر نبینی یک اندام زشت. از آهو، آهو معنی عیبه، از آهو همان کش سپید است موی، چنین بود بخش تو ای نامجو. میگه تنها عیبی که داره این است که سرش سفیده. سام وقت که میاد چو فرزند را دید مویش سپید، ببود از جهان سر به سر ناامید. میگوید که من چگونه بین دلاوران بگویم که یه چنین فرزندی برای من به دنیا آمده. چو آیند و پرسند گردن کشان، چگویم از این بچه بد نشان. چگویم که این بچه دیو چیست، پلنگ و درنگ است و گرنه پریست. میگه بگم این حیوانه، بگم این پریزاده، من چی بگم؟ از این ننگ بگذارم ایران زمین، نخوانم بر این بوم بر آفرین. میگه از این ننگ بهتر است که از ایران برم. نتیجه این که میگوید که بچه رو بردارن و از شبستان او بیرون ببرن و بیاندازنش به دامنه کوه. بچه رو میبره و در البرز کوه میگذارد به جایی که سیمرغ را خانه بود. بدان خانه این خورد، این بچه بیگانه بود. میذارن دم کوه بچه رو و بر میگردن. سیمرغ به دنبال طعمه میگشته برای جوجه هاش، زال رو میبینه، بچه بوده، ور میداره میبره بالا که بچه هاش بخورن، برای اینکه از خون جانوران جوجه های خودش رو تغذیه میکرده. وقتی که میارن برای اینکه زال رو هم بکشن بخورن، بچه های سیمرغ به دو مهر میارن و دوستش میدارن و از مادرشون خواهش میکنن که این بچه رو نکشه و نگه داره در آشیان خودش که همبازی بچه های سیمرغ بشه. میگوید اگرچه سیمرغ هم گرسنه بود بسیار، ولی این کار کرد، قبول کرد و زال رو به همین ترتیب که بچه های خودش رو پرورش میداد، یعنی با خون جانورانی که صید میکرد، زال رو هم به همین ترتیب پرورش داد تا کم کم زال بزرگ شد در آشیان سیمرغ و جوانی شد. وقتی جوانی شد برومند، در اون روزگار دیگه فرزندی هم برای سام نیامد سالیان دراز. و شب خوابی دید سام و سروش، یعنی از طرف ایزدان، مورد سرزنش قرار گرفت که خداوند به تو بچه‌ای داده بود، تو بیخردی کردی، بچه رو بیرون انداختی از شبستانت و حالا باید بری به جستجوی او. و تحقیق میکنه، میگویند که زال در آشیان سیمرغه. به هر حال بعد از مدتی سیمرغ هم از این ماجرا خبردار میشه و به زال میگوید که پدرت در جستجوی توست، میخواد تو رو پیدا بکنه و تو باید بری. زال میچسبه که نه، همینجا خیلی برای من خوبه و من همینجا خواهم موند، اینجا من انس دارم، اینجا خانه من، من کجا برم؟ جواب میده که نه، تو شهر رو ندیدی، تو زندگی شهری رو ندیدی، تو غذاهایی که مردم میخورن نخوردی، پوشش هایی که اونا میپوشن نپوشیدی، آسایش هایی که اونا دارن تو نداری و ندیدی و خیال میکنی اینجا بهترین جاست. اگر بری به شهر و با آدمیان مشهور بشی، با ابنای جنس خودت، اون وقت دیگه از اینجا اصلا یادی هم نخواهی کرد. چنین گفت سیمرغ با پور سام، که ای دیده رنج نشیمم کنم، که در سامی یل پهلوان جهان، سرف راست ترکنس بیان نیمهان. روا باشد اکنون که بردارمم، به آزار نزدیک او آرمم. به هر حال زال رو میبره و زال میاد پیش سام، میبیند سام که فرزندش بسیار برومند و پهلوان و زورمند و قوی شده و نقص مهمی هم نیست این که موش سفید باشه. زال اونجا میمانه، تربیت میگیره، زبان میآموزه، آداب پهلوانی رو یاد میگیره، به کار بردن سلاح‌ها رو میآموزه و پهلوانی میشه در دستگاه
منوچهر پادشاه. از اینجاست که زال در یه مأموریتی که میره به سمت کابل نزدیک سیستان برمیخوره به رودابه دختر مهراب کابلی و این دوتا عاشق همدیگه میشن. داستان عاشقانه بسیار بسیار زیبایی همین داستان عاشقی زال و رودابه هست، با گرفتاری های بسیار، با ناراحتی های بسیار، برای اینکه مهراب کابلی از نسل ضحاک بوده و پادشاه صلاح نمی دیده که زال با چنین دختری، دختری که از نسل ضحاک هست، زناشویی بکنه و داستان بسیار پرشور زیبایی که از بهترین داستانهای عاشقانه شاهنامه هست پدید میاد و سرانجام او بالاخره زناشویی رودابه است